اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران، همچنین عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت حاج قاسم سلیمانی. و با توجه به شرایطی که پیرامون این اتفاق ناگوار ما داشتیم و حالا اخبار و تحلیل هایی که توی فضای مجازی در حال انتشار هست، لازم دونستم این سری نکات رو خدمتتون عرض بکنم به صورت خلاصه. انشالله حالا تحلیل های مفصل و صحبت های بیشتر باشه برای سخنرانی های آتی به شرط حیات. ببینید، اتفاقی که افتاده خب اتفاق خیلی بدیه، اتفاق عجیبیه، شاید خیلی شوکه شدن، خیلی این غم سنگین روی سینه‌شون اومد که حالا واقعا طبیعی هم هست. این باید یه سری ابعادش بررسی بشه. ببینید، الان تو شرایط فعلی خب ما درگیر یک مسئله هستیم که تحلیل های خاص داره به مردم منتقل میشه. مثلا اینکه امنیت کشور دارن تضعیف میکنن، اینکه آقا امنیت کشور اونقدر قوی نبوده که بخواد از حاج قاسم سلیمانی دفاع بکنه. خب این تحلیل غلطیه، چون حالا ابعادش حالا بعدن باز میشه که چطور این اتفاق افتاد. نکته بعدی اینه که دارن تفرقه بین عراق و ایران ایجاد میکنن. حالا رسانه های سعودی بالاخص، تقریبا لشکر سایبری سعودی و حالا جبهه منافقین که میخوام بگم خیانت از سمت عراقی ها بوده که همچین چیزی نبوده. شهادت ابو مهدی مهندس و حاج قاسم سلیمانی توی پیوند ایران و عراق قطعا مؤثره و باعث اتحاد این دو کشور میشه. توی کف جامعه ما احتمالا شاهد یک دو قطبی باشیم که بسیار خطرناکه، دو قطبی انتقام یا مذاکره، که حالا شما دارید پالساشو میبینید که یه عده دارن دم از مذاکره میزنن، میگن آقا این تحریم ها برداشته بشه، شما انتقام از خون قاسم سلیمانی نگیرید، که حالا من اینو ادامهشو کامل باز میکنم. و تحلیل بعدی که از بیشتر از سمت یه عده آدم غربگرا و مسحور قدرت پوشالی غرب و آمریکا هستن که دشمن رو دارن شکست ناپذیر جلوه میدن. این چهار محور خطرناکی هست که در تحلیل‌ها داره به مردم منتقل میشه و باید ازش جلوگیری بکنیم. اما بریم سراغ علت و انگیزه ترور حاج قاسم سلیمانی، که بعد از این همه سال چطور شد که آمریکا به خودش جرأت داد که همچین کاری رو انجام بده. یعنی ما الان توی فضایی هستیم که آمریکا باب ترور علنی رو باز کرده. یعنی قبلا اگر سازمان مجاهدین میزد میگفت حالا گردن نمیگرفت، میگفت ما نبودیم، یا نیابتی میزد یا هر چیز دیگه ای، الان مستقیم داره میگه من این کارو کردم، به دستور ریاست جمهوری بوده، به دستور پنتاگون بوده، و این مسئله رو کامل داره خودش گردن میگیره. ما باید علت و انگیزه رو بررسی بکنیم. ببینید، در هول و هوش شاید 10 سال گذشته، 10-15 سال گذشته اومدن فضایی رو از حاج قاسم سلیمانی نشون دادن با فضای ضد قهرمان، چون در استانداردهای آمریکایی و هالیوودی اونها یه قهرمان دارن، یه ضد قهرمان. قهرمان رو اومدن خودشون معرفی بکنن به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم، و حاج قاسم سلیمانی رو اومدن به عنوان ضد قهرمان معرفی بکنن. مثلا اگر ما بخوایم اشاره بکنیم، در نشریه نیویورکر ما اولین لقبی که به حاج قاسم سلیمانی داده شد در این نشریه بود با عنوان فرمانده سایه ها، یا فرمانده پشت پرده، فرمانده شبه ها، یه همچین عبارتی. این رو اعلام کردم و گفتم توی خاورمیانه خواستن ترس ایجاد بکنن، به عنوان یک ضد قهرمان ایشون رو معرفی بکنن. بعد در خبرگزاری فرانس 24 اومد به این مطلب پرداخته شد، تا اینکه یک مستند 6 قسمتی از بی بی سی پخش شد با عنوان فرمانده سایه ها، که حالا نقش قاسم سلیمانی رو داشت تو این مستند نشون میداد، در کنارش که ایران رو داشت معرفی میکرد به عنوان کسی که در سیاست‌های منطقه اثرگذاره، در کنارششون میگفت که قاسم سلیمانی با آمریکایی‌ها مذاکره کرده. خب البته همچین چیزی نیست، و این تقریبا تعریف اون سمتی‌ها از جریانات منطقه است. خب قاسم سلیمانی برخلاف کاری که اینها می‌خواستن بکنن به عنوان ضد قهرمان معرفیش بکنن، تبدیل شد به یک اسطوره ملی و حتی یک اسطوره بین‌المللی. پس وقتی این اتفاق افتاده، برنامه عوض میشه. یعنی از ضد قهرمان بعد این رو تبدیل بکنن به هویت ایرانی، به هویت مقاومت، و بعد این هویت رو خرد بکنن، این غرور رو بشکنن. یعنی الان غرور ملی ایران و مردم ایران آسیب دیده.
چون قاسم سلیمانی رو به عنوان غرور ملی نگاه میکردن. این کار رو اینجا انجام دادن. منتها سوال اینجاست به چه جنبندی رسیدن، چه عواملی وجود داشت که حالا به این جنبندی رسیدن که قاسم سلیمانی رو بزنن، مستقیم هم بزنن. ببینید اولین عاملش میشه اینطور برداشت کرد، ما 6 ساله دولتی رو سر کار داریم که منفعلانه داره عمل میکنه، صحبت از مذاکره میکنه، در برجام محکم وارد نمیشه، در حتی در صورتی که آمریکا خارج میشه از برجام به تعهداتش قبول عمل نمیکنه، باز دم از مذاکره میزنه، منفعلانه عمل میکنه، در جریان کشتار سعودی ها در قضیه حجی خون منا و و و موارد این شکلی، این پالس فرستاده میشه که اینها میترسن، آروم باید باشن. و در کنارش فعالیت شبکه نفوذ در هدایت آشوب هایی که به وجود اومد در 96، در آبان 98 و همه این مواردی که آروم آروم یک هویت ملی ایران رو گرفت، دو فشار سنگین معیشتی آورد و سه جریانی که در این آبان ماه به وجود اومد و این اعتراضات به حقی که مردم داشتن، حالا بحث گرونی بنزین که باز این یک بی تدبیری صورت گرفت، حالا مفصل در موردش صحبت کردیم قبلا، در جریان هستید هم شما بزرگواران، و همه اینها باعث شد که پنتاگون بعد از سالها به ترامپ بگه اگر میخوای حمله بکنی به ایران یا ضربه بزنی الان موقعشه. حالا شما تصور بکنید تو این فضا به این جنبندی رسیدن، یعنی فضای دیپلماسی کشور ما که فضای بین المللیش باید مورد بررسی قرار بگیره، یک موضع کاملا پایین‌دست و منفعل نداره. ببین ما تو بحث دیپلماسی بین المللی میگن دیپلماسی منطبق بر امنیت و قدرته، نه مبتنی بر تعامل. یعنی اگر شما قدرتمند باشی، امنیت بالاتری داشته باشی، قدرت بازدارندگی بالاتری داشته باشی، دست بالایی. این تصور غلط، این توهم برخی از آقایون و مسئولینه که فکر میکنن توی فضای دیپلماسی عمومی بین المللی باید بیان این فضا رو به وجود بیارن که آقا ما تعامل میکنیم، لبخند میزنیم و این حرفا، یک توهمه. چون حداقل تاریخ دیپلماسی بین المللی نشون داده در بین کشورها حتی در جنگ‌های جهانی اول و دوم مبتنی بر قدرت و مبتنی بر عامل بازداننده است. نکته بعدی، اینها به این جنبندی رسیده بودن که حالا که از درون مردم پاشیدن و شاید به کشور، به حکومت، به حاکمیت دیگه اطمینان ندارن، الان با شکسته شدن این غرور فضایی به وجود میاد برای از هم پاشیدن کشور. خب دشمن محاسباتی داره، محاسباتش غلط از آب در میاد، الان موجب وحدت شده، موجب مصمم شدن مردم ایران در فضای ضد آمریکایی شدن شده و اینکه جبهه مقاومت باید بیشتر تقویت بشه. نکته بعدی اینه که یک مصرف داخلی داشت این ترور. الان ببینید ما فضایی که درش به این مسئله برخورد کردیم یک فضاییه که ما باید این حرکت رو پاسخ بدیم. فضای پاسخ نباید جوری باشه که برسه به مذاکره، برسه به برداشتن تحریم‌ها. بنده همین دیشب توییت زدم که آقا گره زدن معیشت مردم به واکنش‌های احتمالی برای شهادت حاج قاسم سلیمانی مشکوکه. مراقب شبکه نفوذ در داخل باشید. ببین ما الان دولتی رو سر کار داریم در کشور، واقع گرایانه ترین شرایط سیاسیه، ما دولتی رو در کشور سر کار داریم که 6 سال و 7 سال داره دم از برداشتن تحریم‌ها می‌ذاره و دریغ از یک موفقیت، یک گام حرکت به سمت این هدفی که داشتن. حالا به یک پیشنهاد خوب و چرب و نرم مواجهه، میگه شما انتقام نگیرید، تحریما رو برمی‌داریم. این اشتباهه که اگر قرار بود اتفاق بیفته تو همین 40 سال اتفاق می‌افتاد، نه تو همین 6 سال اتفاق می‌افتاد. با همه این تعهدات مردم معیشتتون رو درگیر بکنید اما از خون قاسم سلیمانی بگذرید. تبعات داره این کار. اگر پاسخ داده نشه میگن خب اینا صداشون در نمیاد، نوبت بعدی است، یعنی بعدی حزب الله، بعدی ممکنه یکی از سران داخل خود تهران باشه، یعنی کف خیابون تهران بزننش، چون پاسخ محکم دریافت نکردن. بعدی مصرف داخلی برای خود ترامپ داره. ببینید روزی که سپاه رفت تو لیست تروریستی باید ما بیشتر حواسمون رو جمع می‌کردیم. روزی که ابوبکر بغدادی رو زدن باید به فکر این بودیم که ممکنه قاسم سلیمانی هم بزنن. ببینید الان ترامپ اینو میگه، میگه ابوبکر بغدادی تروریست بود، قاسم سلیمانی هم تروریست بود. من قهرمان مبارزه با تروریسمم. و متاسفانه به خاطر تفاهم‌نامه‌هایی که با عراق و سازمان‌های بین‌المللی انجام داده، از نظر آمریکا و بین‌الملل این کار قانونی بوده.
حالا ما بریم حقوقیش رو بررسی میکنیم، از نظر موقعیت قانونی نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللیه و باید سازمان های بین المللی ورود پیدا بکنن، این بحث حقوقیش جداگانه. اما انتقامی که باید صورت بگیره، باید یک فضای رسانه‌ای رو خنثا بکنه، عملیات های فریبی که داره اتفاق میفته رو از بین ببره. ببین الان ما تو فضای داریم حرکت میکنیم که اومده متن رو مطرح میکنم، میگن چند ماه پیش یک خبری اومده، یک معادله ای صورت گرفته که آقا قاسم سلیمانی رو نمیدونم بیخیالش بشید، بعد این طرف جان بولتون برکنار شد. ببین اولا سورس این مطلبی که داره منتشر میشه وبسایت بالاترینه، بالاترین یک وبسایت شیر لینکه، یعنی شما الان یه دونه حساب کاربری توش بساز یه خبر رو منتشر کن، میاد اون بالا، حذف نمیشه. اگر خبر جنجالی تر باشه بیشتر لایک میکنه میاد بالا، کمتر باشه پخش نمیشه. و جالب تاریخش هم اگر نگاه کنی یک روز بعد از برکناری جان بولتون، یعنی هیچ ربطی به این قضیه بولتون و اینا نداره که قبلش پیش بینی کرده باشن یا هر چیز دیگه. من همین یکی از عملیات‌های فریبه. نکته بعدی، عملیاتی که صورت گرفته برای ترور حاج قاسم سلیمانی، تمام خبرگزاری‌های اسرائیلی و آمریکایی به صورت خیلی مشکوک دارن روی مانور بودن که از حرکت فنی و ردیابی اطلاعاتی فنی ما به این عملیات دست پیدا کردیم و تونستیم حالا رد بزنیم و این اتفاق بیفته. ببینید این عملیات بدون عامل انسانی ممکن نیست. وقتی جرزالیم پست، رادیو فردا، نمیدونم مجله تایم، بقیه نشریه هایی که اومدن این رو مطرح میکنن، یکم مشکوکه. احساس بر اینه که خبرگزاری ها دارن یک مطلبی رو پنهان میکنن، مثل حالا عاملی که این خبر رو داده، چون مشخصه وقتی با پهپاد این ارتباط قرار گرفته باید یک ارتباط زمینی هم وجود داشته باشه که آمار رو بده. مثلا از گیت فرودگاه که اینا رد شدن میان سوار ماشین بشن، یکی خبر داده و دیتکت رو روی این ماشین انجام داده. خب حالا اینا چیزا بررسیه که نیروهای امنیتی به موقعش باید حالا این تحلیل ها رو ارائه بدن. نکته بعدی که باید بهش پرداخته بشه بحث نوع انتقامه. ببینید یک، ما نباید احساساتی عمل بکنیم. احساسات همه ما جریه داره، ما پر از بغض و کینه ایم، اینها همه سر جاش درسته. منتها پاسخ باید طوری باشه به صورت اینکه اولا یک پیام برای دولت جهانی داشته باشه، دولت جهانی که از همه جای آدم ها نفوذی داره، از همه جای کشورها باهاش همکاری میکنن، یکیش میشه کابه مدنی، یکیش میشه نمیدونم تصمیم سازانی که در کشورهای مختلف وجود دارن و و و موارد این شکلی، که یک پیام داده بشه که آقا شما تو این سطح وقتی برخورد میکنید ما ضربه به دولت جهانی میزنیم. دو، امنیت و سازوکار مقاومت حفظ بشه، یعنی جوری این ضربه زده بشه که بار بعدی اصلا جرأت نکنن این هزینه افزایش داشته باشه، یعنی باید کل جهان درگیر این هزینه بشن. چون در دیپلماسی بین المللی ما داریم میگیم یا ما هم امنیت داریم یا هیچ کس نباید امنیت داشته باشه. این یک اقدام نامتقارن در فضای عملیاتیه که به وجود اومده. نکته بعدی این که همین الان تیم های تشکیل شده برای اینکه برن به سمت اینکه آقا انتقام رو ما بندازیم عقب‌تر، صبر بکنیم، بعد ذائقه مردم رو عوض بکنن، ببرن به سمت اینکه مذاکره بکنیم، مردم یه خورده احساساتشون، هیجاناتشون کاسته بشه، بعد آروم آروم تو فضای رسانه این فضا رو دست بگیرن. این اشتباهه. ببینید اگر پشتیبانی شما مردم با شعارهاتون برای انتقام از خون حاج قاسم سلیمانی نباشه، امیرالمؤمنین هم باشه نمیتونه حمایت بکنه، امیرالمؤمنین هم باشه باید تن بده به حکمیت، امیرالمؤمنین هم باشه باید تن بده به اینکه قاضی شورای دوباره قاضی القضات و حکومتش بمونه. برای همین ما مردم باید به این سمت بریم که این انتقام باید صورت بگیره، حتی اگر یه عده منافعشون به خطر بیفته. آقا نه، ممکنه جنگ بشه. ببینید اینکه ما انتقام و واکنش نشون بدیم جنگ به پا بشه، خب این یک چیز غیر عقلانیه، اونها نمیخوان هزینه بدن. بعدم از کجا معلوم ما این کارو انجام ندیم جنگ نشه؟ شما وقتی یکی از بزرگترین سرمایه های ملیتو میزنن سکوت میکنی، میگه خب بازم حمله بکنیم، بازم سکوت میکنن، بیشتر جلو میان، وقیح‌تر میشن. همونجوری که الان ترامپ این توییت ها رو داره میزنه، میگه اگر اقدام بکنید به همان میکنم و فلان میکنم، که البته این توییت از سر ترسه و میخواد بگه ما حوزه و حالت تهاجمی داریم تا حالت تدافعی. برای همین این نکات رو لازم دونستم که مطرح بشه و در جریانش باشید.
مهمترین نکته اینه که ما قوی صحبتمون رو به گوش مسئولین برسونیم، به گوش مسئولینی که مثل یه سده نماینده مجلسی که میان میگن آقا جنگ میشه بیاید مذاکره کنیم حلش بکنیم، امثال تاجزاده که میان بیانیه امضا میکنن و اینا. ببینید دو قطبی وطن فروشی وطن پرستی الان مطرحه، یعنی نه حزبی به کاره نه جریانات سیاسی به کاره. اینجا آدم هایی که وطن پرستن از این اسطوره ملی دفاع میکنن، آدم هایی که وطن فروشن دارن خودشون نشون میدن. خداوند برای ما شاخص قرار داده. و نکته بعدیش اینه که ما تو فضای آخرالزمانی الان قرار داریم، این از همه مهمتره. ما تو روایت آخرالزمان این مطلب رو داریم که عراق، بیت المقدس و این سرزمین خاورمیانه که در این منطقه وجود داره دستخوش حوادث و اینکه سرنوشت آخرالزمان به سمت ظهور رقم میزنه. شما ببینید این فضایی که تو عراق، توی بیت المقدس، توی لبنان، جاهای مختلف، لیبی، یمن، اینها داره اتفاق میفته طبیعی نیست. یک روندی رو داره طی میکنه و دنیا در حال تماشای یک نبرد آخرالزمانیه. اگر ما این نبرد آخرالزمانی رو میخوایم پیروز بشیم که انشالله میشیم، باید روی مقاومتمون تاکید بکنیم و درگیر اون غربالی نشیم که در آخرالزمان قرار صورت بگیره. اگر ما این واکنش رو نشون ندیم، عقوبت خدا باعثش میشه که ما عذاب بشیم. یعنی میگه آقا شما نخواستید از یک حرکت قوی به سمت ظهور حمایت بکنید. ما باید حواسمون به این مطالب باشه. خب حالا انشالله تحلیل های دقیق تر، مطالب بیشتر در فرصت های بهتر سخنرانی بعدی انشالله به شرط حیات ارائه خواهد شد. دعا میکنید، دعا بکنید انشالله ما هم مثل قاسم سلیمانی راهش رو بتونیم ادامه بدیم. ما از شهدای راه آقا صاحب از همان عجل و طرف شریف باشیم. خدا نگهدارتون. یا علیه.